این برنامه در امتداد هفته است و در آن گفتگو می شود، گفتگو می کنم همواره با آقای دکتر عباس میلانی درباره تاریخ معاصر ایران و همچنین پرسش هایی که درباره مسائل روز ایران مطرح می شود. اجازه بدید من عرض سلام کنم خدمت آقای دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی سلام بر شما. فرمان سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران موسع که هستن. خیلی ممنون ازتون. آقای دکتر، دوستی دارم در ایران به من گفت که سایت کتاب شما در ایران بسته شده. دستور شما بوده؟ نه خیر، ما که در چنین غلطایی نمی‌کنیم. دستور آقایان بوده ظاهرا. از دو سه روز پیش من هم خبر رو شنیدم، در واقع ناشر به من گفت که چند ایمیل از ایران دریافت کردن و دوستانی که سعی کردن کتاب رو اونجا دانلود بکنن متوجه شدن که سایت بسته شده. من برای اطلاع شاید بعضی از بینندگان عزیزتون این خبر نداشته باشن، وقتی این کتاب قرار بود چاپ بشه آقایون دستور به سانسورش دادن، گفتن اجازه چاپ نخواهند داد. من هم گفتم در قرن 21 اون کارا شدنی نیست، غلط کردید، سانسور میخواهید بکنید. کتاب رو برای دانلود مجانی در یه سایتی گذاشتیم که در ایران هر کسی آدرس ایران داشت میتونست اون رو مجانا بخونه و دانلود بکنه. این در این چند ماه اخیر بدون مزاحمت مشغول فعالیت بود. تعداد واقعا شگفت‌انگیزی مراجعه کننده داشت، تعداد شگفت‌انگیز دلگرم کننده ای دانلود کننده داشت. ولی از دو سه روز پیش ظاهرا آقایون تصمیم گرفتن که سایت رو ببندن، در حالی که تمام روایاتی که من از ایران میشنوم اینه که چاپ غیر قانونی کتاب که آفست شده هست در ایران در سطح وسیعی پخش شده و توزیع میشه و فروش میره. یعنی برادران قاچاقچی کتاب رو دارن میفروشن بدون سانسور. بله، اون که روایت دقیقاً عین کتاب رو آفست کردن. بله، چون خرج هم که نمیخوام بکنن، یعنی اگر حاضر بودن خرج بکنن مثلا از نوت تایپ بکنن و دیگه نمیشدن برادران قاچاقچی، دیگه برادران قاچاقچی نمیشن، برادران سانسورچی چاپچی قاچاقچی اون وقت میشدن، چون همه اینا در اون بود. ولی برادران قاچاقچی میخوان میدونی به سیاست سری چاپ کنه بندازه دیگه، سیاست هپل و هپوه، و به همین خاطر این کتابو چاپ کردن و در سطح وسیعی دارن میفروشن. یه دفعه خدمتتون عرض کردم چند ماه پیش آقای عباس عبدی در یک مصاحبه در ایران گفته بود که بر اساس روایت اون شاید بالای 100 هزار تا برادران قاچاقچی از کتاب فروختن. من البته هیچ نفعی از این کتاب در از فروشش در داخل ایران نبردم و نمیبرم، و برای چاپ مجانیش هم در ایران از طریق این سایت اقدام کرده بودم. به هر حال من با ناشر تماس گرفتم، ما در تلاش هستیم که راهی پیدا بکنیم که این رو با این سنگر با این سنگ جدیدی که در راه انداختن راه مقابله پیدا کنیم. من امیدوارم تا هفته آینده من بتونم به بینندگان عزیزتون بگم چه راهی پیدا کردیم برای اینکه جلوی این تلاش سانسور رو بگیرم. البته ناشر معتقده و به نظر من هم حرفش منطقی است، وقتی کتاب در این سطح وسیع در ایران قابل دسترسی است، بستن سایت در واقع فقط برای اینه که برادران قاچاقچی بتونن کتاب بیشتر بفروشن، وگرنه جلوی پخش کتاب رو که نمیتونن بگیرن، از جلوی نفع من رو هم که نمیتونن بگیرن، برای اینکه من از دانلود کردن مجانی کتاب که نفعی نمیبرم. ولی فقط یا کرمی به کار دارن یا میخوان کتاب خودشون رو بیشتر، کتاب غیر مجاز چاپ قاچاق خودشون رو بیشتر بفروشن. به هر حال من تا هفته دیگه حتما فکر میکنم راهی پیدا خواهیم کرد که دوستان بتونن در ایران کتاب رو کماکان مجانا بخونن و دانلود بکنن. به خصوص در شرایط فعلی به نظر من
که این مزخرفات تلویزیونی که شنیدم در اومده به اسم معمای شاه، من تا به حال ندیدم ولی چندین نوشته در موردش خوندم، به هر حال وجود یک منبعی که مردم بتونن اون رو هم نگاه بکنن و بخونن و ببینن که تا چه حد در اون دو روایت با هم تفاوت هست، ضرورتش دوچندان شده در این شرایط. خیلی ممنون از توضیحی که فرمودید آقای دکتر. بفرمایید که در دانشگاه فعالیت‌های فرهنگیتون ادامه داره؟ فعالیت‌های فرهنگی ادامه داره، البته الان به تعطیلات کریسمس خوردیم، تا یک دو هفته آینده خبری نیست، ولی در دو چند ماه آینده چندین برنامه بسیار بسیار مهم و جالب و متنوع و مهم به گمان من اینجا اجرا خواهیم کرد که یکی از اونها یک کنفرانسی است در مورد هوشنگ گلشیری در دانشگاه برگزار خواهد شد. اون پادشاه سیاه پوشان و چاه سیاه پوشان یکی از کاراش، بله، و کارهای واقعا سترگ متفاوت و متعددی که داره. اون تصویری هم که پشت سر من بالای سر من میبینید تصویر گلشیری است، نقاشی درخشانی است از گلشیری در دوران جوانیش، در دورانی که در اصفهان بوده. دوست عزیزی اون رو به من هدیه کردن و خلاصه کنفرانس بسیار جالبی داریم در مورد آثار مختلف گلشیری و دستنوشته های گلشیری که الان همه در دانشگاه استنفورد هستن، یعنی دستنوشته ها در دانشگاه استنفورد هستن و از اول سال آینده دوستان میتونن بیان به دانشگاه و به این دستنوشته ها مراجعه بکنن برای تحقیق در مورد کارهای گلشیری. واقعا یک منبع عظیمی است، برای اینکه بعضی از کارهای گلشیری مثلا چندین روایتش هست، همه دستنوشته های این روایات الان اونجا در پوشه های مختلف هست، یادداشتایی که در مورد اینها انجام داده هست، چندین صد صفحه یادداشتایی که در مورد ادبیات فارسی هست همه در اونجا هست و امید ما این است که در آینده نه چندان دور اینها رو به شکل دیجیتال هم در اختیار همه ایرانیان و همه محققین در هر جای دنیا که هستن قرار بدیم. الان فعلا خود اصل اینها اینجاست ولی در تلاش دیجیتال کردن اونها هستیم و اینکه یک کتابخونه دیجیتال در واقع در استنفورد درست بکنیم. هم این اسناد هم اسناد دیگری، اسناد فراوانی الان از ایران در استنفورد هست، از اسناد کنفدراسیون بگیرید تا اسناد زاهدی تا اسناد بسیاری فعالین سیاسی، اینا رو اگه بتونیم همه رو به شکل دیجیتال بکنیم یک کتابخونه سند بسیار مهم دیجیتالی در اختیار محققان امیدوارم در آینده نه چندان دوری قرار بگیرید. یکی از بینندگان این برنامه، نمیدونم حالا کی بودن، از من پرسش میکردن که سرنوشت این اسناد زاهدی چه شده؟ آیا آقای دکتر بررسی کردن؟ گفتم تازه ممکنه به دستشون رسیده باشه. بله؟ اسناد در 90 و چند جعبه صندوقه و ما کار بررسیشو هنوز شروع. من البته این اسناد رو تقریبا فکر میکنم همش رو شاید دیدم در طول این 15 سالی که به اون اسناد مراجعه کردم، چندین و چند بار من به این مجموعه مراجعه کردم، اونها رو دیدم، یعنی اسناد گزارش های به شاه رو که همه رو میتونم به قطع بگم دیدم، ولی اونجا اسناد دیگری هم، گزارش های دیگری هم هست که گمان میکنم مهمترینش رو دیدم، ولی مهم نیست برای من، استفادهش مهم نیست، من استفاده کردم و در کتاب شاه منعکسه. مهم اینه که دیگران بتونن بهش دسترسی پیدا کنن، اونها هم در یک مقطعی ما امید داریم که بتونیم دیجیتالایز بکنیم و در اختیار
همه محققین قرار بدیم. مجموعه واقعا نفیسی است از اسناد زاهدی، یادداشت‌های آقای زاهدی و یادداشت‌هایی که از دستخط شاه، دستخط‌های بسیار زیادی از شاه، دستخط‌های خیلی و واقعا اونها خیلی هم نگاه شاه رو به مسائل خیلی خوب نشون میده، هم میزان کنجکاویش رو به این گزارش ها نشون میده، مقدار کاری که میکرده واقعا اصلا شگفت‌انگیزه، همه این گزارش ها رو با دقت میخونده و جواب میداده و نحوه جواب دادنش و صراحت لهجه‌ای که مثلا زاهدی باش داره خیلی جالبه، نوع تماس هایی که زاهدی در آمریکا داره، کسانی که به سفارت رجوع میکنن، سناتورها، اعضای کابینه، روابط خیلی خیلی جالب پیچیده ای دارن و این نامه ها همه هست، گزارش های زاهدی هست، پاسخ های شاه هست و خیلی میگم اسناد بکر مهمی است که احتمالا یک کتاب خواهد شد. نه 94 جعبه است. پس 94 جعبه کتاب خواهد شد. اگه بخواد آدم همه رو چیز کنه واقعا چیز میشه. بعد این که بعدم 4 جعبه از اینها عکسایی است که آقای زاهدی به دانشگاه هدیه کردن، عکس تمام مجموعه عکسایی رو که جمع کردن به غیر از عکسایی که در اتاق نشیمنشون و در منزلشون هست، بقیه عکسایی که توی آلبوم ها بود، عکسایی که توی صندوق بود، صندوق 4 صندوق عکس است که بعضیاش عکسای بسیار بسیار بکریست از خانواده زاهدی، از خود آقای زاهدی، از تیمسار زاهدی، از خانواده سلطنتی، عکسایی که بخش مهمیش تا به حال هرگز چه چاپ نشده. اونها هم باید یه فکری کرد که یک حداقل گزیده از اونها چاپ بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. میدونید یکی از دوستان از ایران برای من یک نامه ای فرستاد، من ایشون رو نمیشناسم، میگم دوست، ولی به لحاظ این که از سر دوستی نامه رو نوشتن و گفته بودن که ما که در ایران هستیم چرا بایستی از این اسناد محروم باشیم. من گفتم به هر حال این اسناد اگر در ایران جایی بود که میشد به امن نگهداری بشه و میشد در اختیار محققین قرار بگیره، من تردید ندارم که آقای زاهدی حتما دلش میخواست که این اسناد در اونجا باشه، ولی در شرایطی که رژیم با همه اسناد به شکل کاملا گزینشی برخورد کرده، قطر چکونی برخورد کرده، اون چیزایی که فقط به درد خودش بوده میخورده پخش کرده، اسناد رو در اختیار مورخین خودی گذاشته، غیر خودی ها رو محروم کرده، مردم رو محروم میکنه از اینکه کتاب های واقعی تاریخی رو بخونند، تو اون شرایط واضحه که جایی مثل استنفورد که از اینها حفاظت خواهد کرد و در اختیار همه قرارش خواهد داد جای امتری است برای این تا اینکه در ایران باشه. یه روزی در ایران یک حکومت صالحی باشه، به هر حال اون حکومت هم میتونه کپی این اسناد رو داشته باشه و به هر حال ما با دیجیتال کردن این اسناد سعی خواهیم کرد که هر کسی از ایران، اگر البته برادران قاچاقچی هک نکنن دوباره سایت رو نبندن، اینها رو در سایت هایی بذاریم که هر کسی در هر جایی بتونه دسترسی پیدا بکنه. من به اون دوستی که این نامه رو برای من نوشتن یادآوری میکنم که شما با رژیمی متاسفانه روبرو هستید که حتی از جلوی پخش مجانی یک کتاب دانشگاهی از سر عناد با مردم یا از سر نفع برادران قاچاقچی بعد پخشش جلوگیری میکنه. واضحه که در یک شرایطی یک چنین اوضاعی نمیشه بهش اطمینان کرد که مجموعه چنین نفیس و مهمی از تاریخ ایران رو اونچنانی که باید و شاید حفظ و نگهداری رو
حراست بکنه. و مهمتر از اون، فقط مهم حراستش نیست، میدونید خود اینا میگن که در دوران احمدی نژاد چندین ده هزار صفحه سند و اوراق تاریخی و اشیاء تاریخی گم و گور شده، دزدی شده، فروش رفته. ولی مهم این است که در اختیار مردم قرار بگیره، مردم بتونن خودشون بخونن و قضاوت بکنن. مردم محتاج ولی نیستن، مردم الان محتاج این هستن که حقیقت ها در اختیارشون قرار بگیره، داده ها در اختیارشون قرار بگیره، خودشون قضاوت بکنن. اینکه حالا یک کسی بیاد اینا رو بخونه و فقط روایت خودش رو بگه و فکر کنه که میتونه مردم رو با یا تهدید یا تحبیب یا فیلم مبتذل درست کردن فریب بده، دورانش به گمان من دوران اون نوع جامعه ایرانی کاملا سپری شده. جامعه بسیار بالغ باهوش ایران هست امروز. خیلی ممنون آقای دکتر. نام شادروان گلشیری رو آوردین. من در چند مصاحبه‌ای که با ایشون سالها پیش کردم دو سه تا جمله‌اش یادم مونده به خوبی. یکی این که میگفت آقای مهری دارند ما رو نابود میکنند. اینو رسما توی رادیوی صدای ایران گفتن. یه چیز دیگه این که گفتند اینجا سانسور وحشتناک است. من نوشتم برگ درخت رقص کنان بر زمین افتاد، خطش زدن. یه چیز دیگه گذاشتن. بله، به صورت واقعا آدم درخشانی بود آقای. البته من چون دوست بسیار عزیز من بود، سخت برای من در موردش صحبت کردم، ولی به هر حال یه شخصیت ورای دوستی های شخصی است. کاراش الان به گمان من برجسته ترین کارهای 30 سال اخیر در قصه نویسی، هم در از لحاظ بافتش، هم از لحاظ زبانش، هم از لحاظ جرأتش. من در اون جلسه ای که در مورد کارهای شما بود اشاره به این کردم که چطور واقعا روح زمان رو متوجه بودید و با اون پاییز پدرسالار روح زمان رو کشف کردید. گلشیری هم دقیقا همینطور بود. من الان چند وقتی است که دارم با یه دانشجو اینجا که داره در این مورد بخشی از تزش در این مورد هست، یکی از کارهای گلشیری رو از نو میخونم. یک کاری است به اسم حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد. کاری است در حدود 80 صفحه 90 صفحه. زبانش زبان بیحقی است، به زبان بقایت زیبای همون عصر بیحقی است و در واقع در مورد این منجی طلبی در ایران و این نیاز به این که فکر کنیم یه نفری از خارج از جامعه میاد و ما رو نجات خواهد داد و چطور وقتی که نمیاد اون اسبی که قرار بود این رو سوار بر اون به شهر بیاره سنگسار میکنیم یا قطعه قطعه میکنیم، ولی این امید به منجی رو حفظ میکنیم. انقدر این کار درخشانه، انقدر ریشه های این قضیه رو از ایران باستان تا امروز، تا تصاویری که مثلا از چریک های فدایی در خیابون ها میدید، تا تصویر مسیح، تا انتظار امام زمان، همه رو با هم به یک شکل بقایت زیبا با یک بافت بقایت محکم ترکیب میکنه و مینویسه. در رمان دیگرش بره گم شده رایی به همین شکل. یعنی واقعا آدمی بود که خیلی حیف شد در اوج خلاقیتش متاسفانه فوت شد و به گمان من اگر میموند حتی نفوذ عمیق‌تری و عظیم‌تری بر ادبیات می‌گذاشت. تعداد کسانی که شاگردهای او بودن، جلساتی که این تشکیل می‌داد و با جوان‌ها کارگاه قصه نویسی تشکیل می‌داد، در مورد قصه هاشون کار می‌کرد، قصه هاشون رو کمک می‌کرد، چاپ می‌کرد. بعضی از بهترین نویسندگان 20-30 سال اخیر
شاگردان اون کلاس ها بودن. در کانون نویسندگان یکی از رهبران مهم کانون نویسندگان بود، یکی از واقعا مهره های کانون نویسندگان بود. در راه انداختن و اداره مجله نقد آگاه که واقعا شماره هایی که ازش در اومد یکی از درخشان ترین شماره ها بود، در راه انداختن مجله به اسم جنگ اصفهان همراه با آقای نجفی و دوستان آقای نجفی که به گمان من کماکان شاید مهمترین نشریه ایست که مدرنیزم ادبی رو در ایران آغاز میکنن. حرکت موندیم، چراغ خاموش شد. این اصلا ابعاد کارهایی که کرده و انواع کارهایی که کرده، کارهایی که در نقد کرده، نقد ادبی کرده، در نقد رمان نویسی کرده، در مورد هدایت کرده. ما تو این اسنادی که هست چندین صد صفحه شاید یادداشتاش در مورد هدایت هست. یعنی واقعا گولی است در ادبیات معاصر ما. و ببینید قوری که کرده در فرهنگ ما. من همین دو سه روز پیش یکی از نقدایی رو که در مورد ترجمه آقای خرمشاهی بر قرآن نوشته بود و جوابی که به جواب آقای خرمشاهی داده بود و بحثی که بین اینها درگیر شده بود میخوندم، واقعا دم هضم میکرد که چقدر غور کرده، چقدر قرآن رو با دقت خونده، چقدر به نفوذ قرآن در ادبیات علاقه من بوده، چقدر به توازی این ساختها علاقه من بوده. یعنی واقعا یه آدم خیلی خیلی استثنایی بود و دریغ که در 63-64 سالگی فوت شد و کارهاش به اتمام نرسید. به قول خودش در یکی از نوشته های درخشانش، نویسندگان در ایران به جوان مرگی دوچار میشن و به نوعی حتی خود گلشیری با اینکه تا 60 چند سال بود جوان مرگ شد و در اوج فعالیتهاش و در اوج خلاقیتش متاسفانه از میان ما رفت. ممنون آقای دکتر. در آستانه نزدیک شدن به سالگرد برگزاری کنفرانس گوادلوپ، یک همیهنی پرسش کرده از شما، خواسته که بفرمایید آیا معلوم شده است که در اون جلسه نام دو روز بود یا سه روز، چه ها گذشته، چه گفتن، چه شنیدن، در اسناد آمده یا نیامده؟ چون میگفت ما گیجیم که بعضی میگویند که انقلاب ایران رو کنفرانس گوادلوپ در دامان ایرانیان گذاشته. هر کس چیزی میگه. والا من یک حدود 40 صفحه از این چاپ دوم کتاب، چاپ جدید کتاب که بخش آخرش اسناد هست، حدود 30 صفحه فکر کنم از اسناد گوادلوپ رو اونجا چاپ کردم. مهمترین اسناد گوادلوپ رو چاپ کردم. یعنی به زبان انگلیسیه؟ به زبان، اصل خود سند به انگلیسی اونجا هست. همه اسناد گوادلوپ رو که مربوط به ایرانه من کپی گرفتم. اونا همه در استنفورد الان هست. هر کسی تشریف بیارن در استنفورد میتونه این اسناد رو اونجا رسیدگی کنن و ببینن. من مهمترینش رو، جندارترینش رو در اونجا در کتاب آوردم. در آخرین اسناد جلد جدید، چاپ جدید، در واقع اسناد گوادلوپه. من فهم کنم این یک اسطوره‌ایه که معتقد گوادلوپ سرنوشت شاه رو در ایران رقم زد و انقلاب رو در ایران در واقع به ارمغان آورد. گوادلوپ وقتی تشکیل شد که شاه بخش مهمی از اموالش رو از ایران خارج کرد. گوادلوپ در ژانویه 1979 تشکیل میشه. فوریه آیت الله خمینی به ایران برمیگرده. 10 روز بعد از گوادلوپ شاه از ایران خارج میشه. قبل از اون 2-3 هفته قبل از گوادلوپ، در همون ماجرایی که هفته پیش هم با هم در موردش صحبت کردیم، وقتی که شاه مجبور شد بین
بختیار و صدیقی یکی رو انتخاب بکنه، بختیار رو انتخاب کرد برای اینکه شرط بختیار این بود که شاه از ایران بره و شرط صدیقی این بود که در ایران بمونه. یعنی از 3 هفته قبل از گوادلوپ شاه تصمیم گرفته بود و به صدیقی گفته بود چون آمریکایی‌ها میخوان من برم باید از ایران خارج بشم. گوادلوپ رو دوباره برخلاف گمان همه آمریکایی‌ها تشکیل ندادن، گوادلوپ رو دولت فرانسه تشکیل داد و برنامه گوادلوپ از چندین ماه قبل تنظیم شده بود. من اینها رو همه رو رصد کردم در اون اسناد. دکتر گوادلوپ دقیقا کجاست؟ گوادلوپ یکی از جزایر آخرین مستعمرهای فرانسه است، یکی از جزایر کارائیب، بله در کارائیب، و یکی از آخرین مستعمرهای فرانسه است. و دلیلی هم که اونجا تشکیل دادم برای اینکه بانی و باعث جلسه فرانسوی ها بودن و در اونجا این کنفرانس رو تشکیل دادن، جایی میخواستن که همه بتونن اونجا بدون خیلی مزاحمت بحث و مشورت بکنن. شرط دعوت کننده که آقای ژیسکار دستان بود این بود که 4 رهبر فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا بدون تیم خیلی زیادی از همراهان هر کدوم با 1 مشاور بیان و چند روز، 2-3 روز، 2 روز، 3 روز بشینن در مورد مسائل جهان رایزنی کنن. مسائل عمده ای هم که در آغاز ژیسکار دستان میگه میخواییم در موردش رایزنی بکنیم مسئله شوروی است، مسئله ژاپن، مسئله چین، مسئله ایران اواخر 1978 کم کم تو اسناد پیدا میشه. و اگر مینوت مذاکرات هم نگاه بکنید، در مینوت مذاکرات یکی از مسائلی که مطرح شده ایران هست. به همین خاطر این که تصمیم گیرنده انقلاب ایران یا تعیین کننده سرنوشت شاه کنفرانس گوادلوپ بود، به گمان من باور قابل اعتنایی نیست. ولی مسئله ایران بدون شک اونجا مطرح شد و در اونجا بود که تصمیم گرفتن که شاید تنها راه باقی مانده برای غرب همون دولت بختیاره. برای اینکه بیش و کم در همون زمان تصمیم قطعی در مورد آمدن شاپور بختیار گرفته میشه. اسطوره خیلی در مورد گوادلوپ هست و خب خیلی هم ساده است. کسانی که دنبال یک توضیح ساده برای مسائل جهان میگردن، خیلی ساده است که بگن رفتن این 4 نفر در گوادلوپ تصمیم گرفتن و شاه رو از ایران بیرون کردن. ولی همونطوری که عرض کردم این ژانویه 1979 یعنی چند روز قبل از اینکه شاه از ایران خارج بشه و چند هفته بعد از اینکه شاه شروع کرده بود به خارج کردن بعضی از اموالش، بعضی از خانوادهش رفته بودند و کلن در کاخ سلطنتی از اواخر 78 فضای خروج از ایران بود، یعنی قبل از کنفرانس گوادلوپ. ولی در اونجا قطعا در واقع شروع به بحث در مورد ایران بعد از شاه کردن. من در یک جایی شنیدم و میخواندم که رئیس جمهوری ایالات متحده در اون زمان وقتی نظرشو میپرسن میگه در شرایط کنونی باید به بختیار بخت داد و اگر نتایجی به دست نیامد باید او کودتا بکند. آیا این واقعیت داره؟ به نظر بنی صدر گفت. ولی تو اسناد گوادلوپ چنین چیزی نیست. تو اسناد گوادلوپ تا اونجایی که من دیدم و فکر میکنم همونطوری که گفتم سعی کردم همه چیزایی که درش اشاره به ایران هست کپی بگیرم و نگاه بکنم، این هست که بختیار آخرین امید غرب هست و این هم نه در اون سند بلکه در خاطرات سالیوان هست که بعد از اینکه ارتش در واقع اعلام بیطرفی میکنه
این هم میدونیم که در نتیجه امروز دیگه کاملا مسجله، در نتیجه مذاکراتی که بین بعضی از سران ارتش و بعضی از طرفداران آیت الله خمینی در ایران به وساطت سفارت آمریکا صورت میگیره، بعد از مذاکراتی که در پاریس مع الواسطه آقای یزدی با آمریکایی ها صورت میگیره، آمریکا تصمیم میگیره که ارتش در آغاز بگه که شما با آخونده در واقع با طرفداران آیت الله خمینی کنار بیایید و این امکان گذار مسالمت آمیزی که پیش میاد در واقع تا حد زیادی به وساطت سفارت آمریکا در بعضی از جلسات نمایندگان آمریکا با نمایندگان آیت الله خمینی و ارتش دور میز میشستن و مذاکره میکردن. اسناد الان همه خوشبختانه هست، ولی بعد از اینکه ارتش اعلام بی‌طرفی میکنه و خیلی زود در واقع میشکنه 37 روز میشکنه، اون وقت کاخ سفید به سالیوان میگه که آیا هنوز امکان کودتای نظامی هست یا نه، که سالیوان اونجا به قول خودش یه فوش رکیکی میگه که چیزی به معنای گور پدرتون، در این شرایط البته بدتر از گور پدرتون، یکی از اون کلمات چهار حرفی انگلیسی رو استفاده میکنه که باید مثل عبید زاکانی در بعضی از روایتی که در ایران هست اف اولش رو گذاشت و بقیهش رو سه نقطه گذاشت. آی دکتر، من کتاب صیاد سایه ها رو میخوندم مال شما، دیدم یه مقاله ای از یه مصاحبه از من شما چاپ شده مال خیلی ساله، خیلی جالبه، من از خودمان خوشم آمد که سوالایی که مطرح کردم. خب آقای دکتر، این سایت رسمی خامنه ای مخالفان خامنه ای رو تهدید کرده و گفته پیامبر هم با مخالفان سازماندهی شده خود به شدت برخورد میکرد. سایت رسمی خامنه ای به نقل از یک روحانی نوشته که پیامبر اسلام هم مخالفان سازمان یافته خودش رو با شدت باشون برخورد میکرد. این شخص محمد کاظم طباطبایی رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیثه و گفته است که به موفقیت پیامبر اسلام در متلاشی کردن گروه های فرهنگی و فرهیخته متعلق به یهودیان و مشرکان در صدر اسلام اشاره کرده است. به گفته وی یهودیان در صدر اسلام هم از نظر اقتصادی و هم از بعد فرهنگی قدرت و نفوذ داشتند و پیامبر اکرم توانست یهود را از نظر نظامی به شدت تضعیف کند، اما تمام هسته های آن از میان نرفت. طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خودش گفته است که طیف دیگری که خطر آن مهمترین نگرانی و دغدغه پیامبر اکرم بود، گروه منافقین داخلی بود که در درون خودشان سازماندهی داشتند. او با تکیه بر عملکرد پیامبر اسلام در برخورد با مخالفان خود هم گفته جمهوری اسلامی هم باید با دشمنان سازمان یافته خود به شدت برخورد کند. این محمد کاظم طباطبایی در حقیقت اون چرا که در سایت آیت الله خامنه‌ای آمده تفسیر کرده، یعنی سرکوب کردن مخالفان. بله، منم اینو خوندم و همونطوری که شما گفتید من فهم کنم یک تهدیدی است علیه همه و یه مقداری خطا رو داره روشن میکنه. در مقابلش هم من فهم کنم خط دیگران هم کم کم داره روشن میشه، یعنی به نظر من اگر اون جناح مخالف این خط سرکوب
به خود نیاد و اون جناح به نظر من یه 70-75% از 80% از مردم ایران هستن، آقای خاتمی هست، آقای روحانی هست، آقای رفسنجانی هست، اینها کسانی هستن که میدونن وضع موجود قابل دوام نیست و یک بحران جدی در راه، بحران جدی منطقه‌ای در راه، و اگر راه عقلانیت پیش نگیرن به هر حال هم ایران هم منطقه با آشوب‌های بیشتری روبرو خواهد شد. و کسانی مثل سایت آقای خامنه‌ای طبعا هر روز تهدید میکنن مبادا اون جناح جرأت مقابله پیدا کنن، ولی به نظر من تنها راهش الان برای اون جناح این است که اونها هم خطا رو روشن بکنن و بگن که به هر حال چاره ای جز پذیرفتن رأی مردم نیست، و اگر بخواید دوباره بلاهایی رو که قبلا در انتخابات بر سر مردم آوردید بیارید، ممکنه نتایج متفاوتی این بار آیدتون بشه. یه 88 جدید رو خواهد. اینا هم واضحه که نگران همین هستن، میدونن که مردم آسی هستن، میدونن که هر لحظه ممکنه یک جرقه‌ای بشه، و این تهدیدها در واقع به خاطر جلوگیری از همونه. ولی من امیدم این است که سر عقل بیان و متوجه بشن که واقعا خطری که داره در پیش رو هست، خطری است که ایران رو تهدید میکنه، خطری است که منطقه رو تهدید میکنه، و تنها با یک عقلانیتی متفاوت از عقلانیت سرکوب، متفاوت از عقلانیت نوع داعشی که میگه من حقم و هر کسی با من نیست بر منه. میدونید اونها هم حرفاشون رو، داعش هم همه حرفاشو بر بخشایی از قرآن مبتنی میکنه، داعش هم تمام مقالاتشون، چه مقاله‌ای که در دفاع از بردهداری نوشتن، چه مقاله‌ای که در دفاع از حملاتشون به ایران نوشتن، چه مقالاتی که در تکفیری خواندن ایرانی ها، همه ایرانی ها و شیعیان ایران نوشتن، همه شیعه صفویه، شیعه صفویه دقیقا گفتن 500 میلیون هم باشن میکشی بشون. بله، اصلا با عنوان مسلمون قبولش ندارن. و شما بخونید تمام نوشته هاشون سطر به سطرش مبتنی بر همین حدیثی است که این آقا مدعی تحقیقاتشه، همشو از صحیح بخارایی و از فلان و همه کتاب هایی که به گفته خودشون منابع موثق حدیث هستن و به آیات قرآن. و همین خاطر اینکه شما آیه ای از قرآن پیدا کنید یا حدیثی پیدا کنید و بر اساس اون سرکوب رو بخواید توجیه بکنید کار خیلی بکری نیست. این کاریست که الان خب داعش هم میکنه، کاریست که در طول تاریخ ایران از زمان بعد از مرگ پیغمبر همه کردن. ولی اینکه یک چنین تعبیری اون وقت در سایت خود آقای خامنه‌ای بیاد، اون نشانه به گمان من خطره. این حرفی هم که فرمانده سپاه زده بود برای من خیلی عجیب بود که سرنوشت تاریخ و جهان در سوریه رقم خواهد خورد. این آقای صفوی اینو گفته بودن، و این هم دوباره این حرف داعش در واقع. اصلا داعش اسم مجلشو، مجله تئوریک داعش، دابق هست، و اون دابق بر اساس حدیثی است که ادعا میکنن از حضرت محمد هست، و در اون حدیث ادعا میکنن که سرنوشت جهان زمانی رقم خواهد خورد که نبردی در سوریه به طور مشخص در ده دابق صورت بگیره. اینکه شما تمام تاریخ بشر رو، جهان رو تعبیر به این نبرد بکنید، الان این دقیقا تکرار همون حرفه. و برای من خیلی جالبه که این تهدید درست در هفته ای صورت میگیره که آقای دعایی در روزنامه اطلاعات کار به گمان من واقعا پر شجاعتی میکنن، و برخلاف دستور غیر قانونی که
همه دارن به نوعی رعایتش میکنن. آقای دعایی در نامه‌ای که نوشته به دادستان میگه هیچ مستند قانونی شما برای ممنوع تصویر کردن و ممنوع ذکر کردن آقای خاتمی ندارید. من واقعا تعجب میکنم چطور روزنامه‌های دیگر مملکت، روزنامه‌های دیگری که ادعای اصلاح طلبی دارن و سلوک اصلاح طلبی دارن، فقط ادعا نیست، اونها در همسویی و در دفاع از آقای دعایی این تهدید ضمنی غیر قانونی رو نمیشکنن. اگر فردا همه روزنامه‌های غیر وابسته به بیت رهبری تصمیم مشترک بگیرن که عکس آقای خاتمی رو که نمایند منتخب 25 میلیون مردم ایران هست بذارن، اسمشون رو ذکر بکنن، مگه اینا میتونن فردا همه روزنامه‌های ایران رو ببندن؟ مگه اینا میتونن اطلاعات رو ببندن؟ عدم اقدام این روزنامه‌ها در دفاع از اطلاعات به گمان من واقعا پدیده، برای من پدیده بسیار بسیار عجیبی است. حالا که اطلاعات جرأت کرده کسی مثل آقای دعایی با سوابقی که آقای دعایی داره این گام رو برداشته و در مقابل یک تهدید غیرقانونی ایستاده، بقیه هم بایستی این قدم رو دنبال بکنن و با حمایت از اون این فضا رو بشکنن. این دیدید روزنامه های گاهی به اشاره و گاهی به تلویح میگن حصر باید شکسته بشه. خب حصر شبکه شکسته نمیشه، حصر زمانی شکسته میشه که اون طرف متوجه بشه که ادامه حصر غیر قابل تحمل، بهای سیاسیش زیادتره و چجوری این بها رو میشه به اون طرف نشون داد. به این شکل نشون میشه داد که همه روزنامه های مملکت در مقابل یه تصمیم غیر قانونی، یه مقام به اصطلاح قانونی مقاومت بکنن، به خصوص که حالا گام اول رو یه کسی با شجره سیاسی آقای دعایی برداشته. متشکرم آقای دکتر. درباره سخنان آقای ترامپ در باب ممنوعیت ورود مسلمانان حتما مطالعه فرمودید، در جریانی نظرتون رو لطف کنید. آقای ترامپ، همونطوری که آقای فریدمن در یک مقاله دو روز پیش در نیویورک تایمز نوشت، به گمان من بهترین مبلغ همون فکر داعشی است. هم داعش و هم داعشی‌هایی که در ایران حرفای مشابه داعش میزنند، هیچ چیزی براشون نزدیکتر از این نیست، عزیزتر از این نیست که کسی مثل که الان متاسفانه باید بگم به 30% از رأی جمهوری خواهای آمریکا متکی است، خوشبختانه 60%+ از مردم آمریکا نظرات او رو بر نمیتابند، ولی خوف انگیزه برای من که 30% از جمهوری خواها نظرات یه چنین کسی رو که واقعا به گمان من به نوعی استبداد فرهنگی دامن میزنه و از نوعی حراس از بیگانه تغذیه میکنه اعتنا میکنه. و من واقعا بسیار بسیار هم متاسفم هم نگرانم، برای اینکه فکر میکنم اگر بعد از این همه حرفای سخیفی که زده، فقط در مورد مسلمان ها نیست، ما به اون مسئله حساسیم، برای اینکه هممون به هر حال از یک گردونه فرهنگی اسلامی میاییم و بعد این قضیه همه رو خواهد گرفت. هر کسی که از ایران میاد به نوعی هم در نتیجه حرفای اون، هم در نتیجه تصمیمی که در کنگره گرفته شده و اگر قانون بشه پیامدهاش به گمان من زیانبار خواهد بود، ولی نگرانی من این است که و تأسفم از این است که هر روز این حرف ها بیشتر دامن به فکر داعشی میزنه و دوباره اگر نظرات داعشی ها رو بخونید و نظرات داعشی های ایران رو بخونید، دقیقا اونها منتظر یک چنین حرفایی هستن، برای اینکه بخشی از سیاست اونها نشون دادن این است که امکان
آشتی بین اسلام و غرب، بین اسلام و دموکراسی وجود نداره و هر قدمی که در غرب برداشته میشه و در واقع مؤید عدم امکان زیست دموکراتیک مسلمان ها در جوامع غربی است، آب به آسیاب داعش میریزه و داعشیایی که در ایران هستند و میگن، به قول داعشی ها میگن ما باید اون فضای خاکستری رو از بین ببریم، جهان سیاه و سفیده، یا با مایی یا بر مایی، اگر با مایید یا در خلافت زندگی میکنید یا به نفع خلافت دارید جایی آدمکشی میکنید و فعالیت میکنید، این توهم که میتونید در خارج زندگی کنید، در خارج خلافت، خارج از ولایت ما زندگی بکنید، ولایت هم دقیقا در مفهوم ولایت امیر میگن، در ایران ولایت فقیه میگن، اونها ازش ولایت امیر یاد میکنن، ولی مفهوم یکیه، میگه یک امیر هست، اون هم الان آقای بغدادی است و همه مدعیان دیگه اسلامیت خلاف میگن. خب برای در ایران خیلی نظریه ناآشنایی نیست و اینکه شما میتونید خارج از خلافت یه جایی به امن زندگی کنید، یک عرصه خاکستری وجود داره، در همین مجلات دابقشون که عرض کردم در این مورد به تفصیل نوشتن که نمیشه، جهان سیاه و سفیده، یا با مایید یا بر مایید. خب هرچی خشونت اونها بیشتر میشه، امکان بلاهت هایی از جنس آقای ترامپ زیادتر میشه و هرچی بلاهت های نوع ترامپی زیادتر بشه، عده دیگری ممکنه به سوی اون فکر سوق داده بشن و باور بکنن که واقعا این فضای خاکستری وجود نداره. آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم، میخواستم نظر خانم کلینتون رو هم بگم. خانم کلینتون از نامزدهای اصلی حزب دموکرات گفته است که من فکر میکنم آقای ترامپ دیگر خنددار هم نیست. وزیر خارجه پیشین دولت اوباما افسوده است چیزهایی که او میگوید نه تنها شرم‌آور و غلط بلکه خطرناک هم هست. گزارش ها و نظرسنجی ها نشان می دهد حملات مرگبار پاریس به دست حکومت اسلامی و کشتار سن برناردینو توسط زوجی که گفته می شود تحت تأثیر افراطیون اسلامگرا بوده اند بر محبوبیت ترامپ افسوده است. بله متاسفانه، ولی تو اون جمله ای که از خانم کلینتون گفتید واژه کلیدیش اون هم بود، هم دیگه خنددار هم نیست، یعنی قبلا خنددار بود، حالا حالت کمدیش هم دست داده شده تراژدی. خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما متشکرم، تا هفته آینده به امید خدا. با سپاس فراوان از همیهنانی که به برنامه توجه فرمودند و ممنونم از کارگردان برنامه آقای پیمان. شب و روز شما خوش.